اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز سهشنبه در مراسم رونمایی از دستاوردهای فناورانه جهاد دانشگاهی در دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به این موضوع که نیروهای جهاد دانشگاهی روحیه ما توانیم را شکست دادند اظهار داشت توسعه علمی سریعترین مسیری است که هر کشوری را به هدف میرساند جهانگیری نیروهای جهاد دانشگاهی را یکی از مهمترین نیروها در ایجاد سازندگی در کشور عنوان کرد و تاکید کرد در شرایط تحریم تنها با توسعه علمی می توان بر مشکلات غلبه کرد معاون اول رئیس جمهوری همچنین با بیان این موضوع که صنعت خودروسازی هم هدف دشمن قرار گرفته اظهار داشت کشور تنها در ده درصد ملزومات خودرو وابسته به واردات است و امروز کشور به خاطر همین ده درصد نمیتواند خودرو را در اختیار مشتری قرار دهد جهانگیری همچنین اظهار داشت اگر خودرو سازی با مشکل روبرو شود قطع سازان نیز با مشکل روبرو خواهند شد و دهها یا هزاران نیروی انسانی کار خود را از دست خواهند داد جهانگیری همچنین با انتقاد از نحوه تخصیص بودجه دولت اظهار داشت بسیاری از نهادهایی که قرار نبوده از دولت بودجه بگیرند با استفاده از نفوذ خود در سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر به اعضای ثابت دریافت بودجه دولتی تبدیل شدند وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار و حذف بسیاری از موارد بودجه و با اشاره به وجود دستگاه های موازی بودجه بگیر گفت حذف این موارد برای دولت آسان نیست و در صورت حذف آنها سر و صدای زیادی بلند خواهد شد و از دولت خواسته خواهد شد تا کوتاه بیاید وی همچنین با انتقاد از نحوه تخصیص بودجه اظهار داشت با وجود کاهش بودجه به علت کاهش فروش نفت بخش مهمی از بودجه کشور در مسیری قرار گرفته که بازدهی اندکی دارد این اولین بار نیست که دولت بدون آنکه اقدام عملی مناسبی برای تخصیص صحیح بودجه انجام دهد از نحوه تخصیص بودجه توسط خود در فضای عمومی شکایت می کند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی متفاوت ریاست طلبی افراد در جمهوری اسلامی را مورد نقد قرار داده است. او در آغاز درس خارج از فقه گفته دنبال کرسی های ریاست بودن چه ریاست اجرایی چه ریاست تقنینی خارج از تدبیر است. او برای نمونه به کسانی اشاره کرده که برای نمایندگی مجلس خودشان را میکشند و اگر چنانچه راه پیدا نکنند به هر دلیلی یا مثلا فرض کنید صلاحیتش را تایید نکنند یا رأی نیاورد و غیره خودش را به آب و آتش و در و دیوار میزند که چرا نشد اگر چنانچه این ریاست مایه یک چنین دغدغه ای است خب انسان رها کند مگر اینکه واقعا متوجه انسان بشود و واجب باشد برای انسان او برای آنکه مخاطبان موقعیت خودش را درک کنند به مسئله خودش در دوران دهه شست که رئیس جمهوری بود میپردازد او گفته که بنده دوره دوم ریاست جمهوری قطعا آزم بودم به اینکه نامزد ریاست جمهوری نشوم. حالا دوره اول که تحمیل شد بر ما هیچ دوره دوم دیگر یقینا گفتم من قطعا نامزد نمی امام به من فرمودند بر تو واجب عینی و تعینی است خب بنده هم برخلاف میل خودم قبول کردم و رفتم درست این است که اگر چنانچه تکلیفی وجود ندارد و واجب بر انسان نیست انسان نرود به سراغش و دنبال نکند آن را بله ولی بله اگر چنانچه ناچار شد ناگزیر شد به گردن انسان گذاشته شد آنجا بایستی با قوت انسان دنبال بکند این سخنان تعجب ناظران و مردم عادی را برانگیخته است آن هم برای کسی که در چهل سال در ساخت قدرت نقشه عمده داشته است به ویژه در سی سال گذشته که حرف اول را در کشور میزده است در پی انتشار فیلم حتاکی نماینده مردم سراوان به معمور گمرک وی که گفته بود اظهارات توهینآمیزش را در واکنش به توهین کارمند گمرک نسبت به خودش بیان کرده گفت ذره از حق و حقوقش کوتاه نخواهد آمد و تا پای استیزاه وزیر اقتصاد و اخراج مدیر کل گمرک و کارمند حتاک ایستاده است او با اشاره به اینکه اگر پای این موضوع نایستد فردا نوبت نماینده دیگری خواهد بود افزود اگر به شکایت او رسیدگی نشود از نمایندگی استعفا خواهد داد و به دانشگاه باز خواهد گشت در عین حال آقای درازهی نماینده سراوان پیش از این گفته بود در گمرک او را معطل کرده و در مقابل درخواست او برای انجام کار به او توهین و اعلام شده کار او را انجام نخواهند داد بر اساس کلیپ منتشر شده کارمند گمرک درخواست این نماینده مجلس را رد کرده و به او گفته است که از وی دستور نمیگیرد در این کلیپ نماینده سراوان در قبال این مقاومت به کارمند گمرک حتاکی کرده است. بنابر گزارش هایی که از مجلس منتشر شده، تعدادی از نمایندگان مجلس در واکنش به انتشار کلیپ اخیر و ادعای توهین به نماینده مجلس خواستار استیزاه وزیر اقتصاد و برکناری رئیس گمرک و حراست گمرک هستند. آقای درازهی گفته است به نظر می رسد فیلم مسکور توسط حراست منتشر شده و به همین دلیل باید مورد باستخواست قرار بگیرد. تأکید نماینده سراوان بر احقاق حق, حق حقوق خود در گمرک و تلاش او برای برکناری وزیر و رئیس اداره گمرک در حالی صورت می گیرد که وی تنها به اتکای نمایندگی خود قصد بازخواست کسانی را دارد که بنابر ادعای وی به او توهین کردند. تاکید نمایندگان بر این موضوع که حراست حق انتشار فیلم را نداشته این فرض را بیشتر تقویت می کند که کارمند گمرک در مقابل درخواست غیرقانونی نماینده مجلس مقاومت کرده و به علت این مقاومت مورد حتاکی قرار گرفته است. تفاهم نامه حج تمتع 98 میان جمهوری اسلامی ایران و وزارت حج و عمره عربستان سعودی به امضا رسید. به گزارش رسانه ها، هیئت مذاکره کننده حج تمتع به سرپرستی رئیس سازمان حج و زیارت که بنابر دعوت وزیر حج و عمره عربستان سعودی به منظور مذاکرات حج تمتع به این کشور سفر کرده بود بعد از انجام مذاکرات کارشناسی و ارائه فهرست مشکلات حج سال گذشته و پیشنهادات مطرح مسئولین حج دو کشور تفاهم نامه توافق شده را امضا کردند وزیر حج و عمره عربستان سعودی ضمن بیان نظرات خود نسبت به موضوعات مطرحه قول مساعد به منظور رفع مشکلات گذشته و برنامه ریزی برای بهبود آنها در حج سال جاری را داد. از جمله بندی های مورد توافق طرفین که به موجب قول مساعد وزیر حج و عمره عربستان سعودی صورت گرفته شامل راهاندازی دفتر سازمان حج و زیارت در عربستان و تسهیل ویزا و اقامت اعضای کمیتههای های اجرایی و تیم کنسولگری در موعد مقرر و پیگیری رفع مشکلات در حوزه های مختلف عملیات اجرایی بود است. به موجب این تفاهم نامه، تعداد حجاج و عوامل اجرایی ایران در موسم حج تمتع بیش از 86,000 و 500 نفر تعیین شد لازم به ذکر است همه ساله وزارت حج و عمره عربستان سعودی از همه کشورهای اسلامی در رابطه با هماهنگی برای انجام حج تمتع دعوت به عمل می آورد و دعوت از ایران هم در همین راستاست. جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبه با خبرنگاران گفته که رضا خاتمی معاون ریاست مجلس ششم شورای اسلامی به خاطر ادعای تقلب در انتخابات سال 88 تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده وی در شرف صدور کیفرخواست است. او در این باره گفت اخیرا آقایی گفته بود که در انتخابات سال 1388 8 میلیون رای تقلب شد و وقتی دادسرا او را احضار کرد و از او سوال شد که چه مدرکی دارید به اظهارات زید و عمر استناد می کرد. لذا این فرد تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده اتهامی در شرف صدور کیفرخواست است. جالب است که اظهار نظر در مورد تقلب در انتخابات سال 88 اکنون به خط قرمز نظام تبدیل شده است و هر نوع موزگیری در این زمینه را می خواهد با موزگیری سیاسی تخریب کند. قوام شهیدی سفیر ایران در تفلیس در پی مشکلات اخیر پیش آمده در سفر ایرانیان به گرجستان برخورد نامتعارف پلیس گرجستان با آنها و بازگرداندن تعدادی از ایرانیان از مبادی مرزی بر لزوم بازبینی توافق میان دو کشور برای سفرهای بدون روادید تاکید کرد سفیر ایران که روز دوشنبه در کنفرانسی خبری سخن می گفت روابط میان ایران و گرجستان را عالی توصیف کرد وی افزود که این ارتباطات اخیرا با مشکلاتی روبرو شده است وی تصریح کرد که رفتار مقامات گرجی با هموطنان ایرانی در هفته های اخیر مقایر با مفاد قراردادی به نظر می رسد که دو کشور در سال 2010 برای انجام سفرهای بدون روادید امضا کردند. به گفته ی سفیر ایران هیچ شواهدی مبنی بر تمایل گرجستان به برقراری مجدد روادید برای سفر ایرانی ها وجود ندارد و البته ایران هم قصدی برای این این کار ندارد. قوام شهیدی در عین حال افسود با شرایط فعلی و مشکلات پیش آمده برای ایرانی ها از قرار معلوم لازم است که قرارداد سال 2010 بازبینی شود. او گفت اخیرا مواردی وجود داشته که ده، 20 و یا چهل شهروند ایرانی توسط مقامات کنترل مرزی گرجستان به کشور بازگردانده شدند. با بحران سیاسی میان ایران و آمریکا و چالش های منطقه ایران و بد شدن فضای داخلی مشکل روادید برای ایرانیان افزایش یافته و از جمله سربستان نیز اخیرا لغو روادید برای ایرانیان را لغو کرد به گزارش رویترز، باربارا آندرود دادستان کل نیویورک دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که از بنیاد ترامپ برای مقاصد شخصی از جمله کارزار انتخاباتی استفاده کرده است. دادستان کل نیویورک میگوید رئیس جمهوری آمریکا موافقت کرده است که بنیاد خیریه او که به اتهام تاثیر گذاشتن در نتیجه انتخابات سال 2016 تحت پیگرد قانونی قرار دارد منحل شود به گفته دادستان کل نیویورک در بنیاد ترامپ روش های متفاوت و برجسته ای از فعالیت های غیرقانونی وجود داشته است او اعلام کرد که اموال بنیاد ترامپ تحت نظارت دفتر او صرف امور خیریه خواهد شد هرچند روند تحقیقات درباره این اتهام که دانلد ترامپ و فرزندانش از بنیاد خیریه خود برای امور خصوصی و انتخاباتی استفاده کردند ادامه خواهد یافت دادستان کل نیویورک خواهان دریافت جریمه دو میلیون هزار دلاری است دادستانی نیویورک همچنین خواهان محرومیت ده ساله رئیس جمهوری آمریکا از مدیریت بنیادهای خیریه در ایالت نیویورک شده و میخواهد محرومیت مشابهی با زمان یک سال علیه فرزندانش اعمال بشود او انحلال این بنیاد را یک پیروزی بزرگ برای حاکمیت قانون خواند نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین گفت این کشور در حال بررسی گسترش حضور نظامی خود در دریای سیاه است. به گزارش رسانه ها، کورت والکر، نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین روز دوشنبه در جریان یک نشست خبری اعلام کرد که وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی حضور نظامی بیشتر و گسترده تر در دریای سیاه است. اظهارات این مقام آمریکایی در مورد حضور نظامی گسترده تر در دریای سیاه پس از آن انجام می شود که روابط روسیه و اوکراین به دلیل ورود ناوهای اوکراینی در این دریا به محدوده آبهای سرزمینی روسیه بسیار پرتنش شده است. آمریکا هفته گذشته نیز با به پرواز درآوردن چند جنگنده بمبافکن در آسمان اوکراین حمایت خود را از کیف در برابر روسیه نشان داده بود. به گزارش رویترز در ادامه تیره تر شدن روابط مسکو و تلاویو و در اقدامی نادر اسرائیل روز گذشته به قطنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه روسیه رأی مثبت داد این قطنامه که الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را اشغال اراضی اوکراین توصیف کرده و از فرایند نظامی سازی ادعایی این منطقه ابراز نگرانی کرده با 66 رأی موافق 19 رنگ مخالف و 72 رنگ ممتنع تصویب شد. اسرائیل در سالیان گذشته در موضوع اختلافات روسیه اوکراین ابراز بیطرفی می کرد. اما این بار سراحتا به مخالفت با مسکو برخواسته و با قطنامه محکومیت روسیه موافقت کرد. به نظر می رسد این رأی مثبت تلاویو به قطنامه ضد روسی اقدامی تلافی جویانه علیه رأی منفی مسکو به قطنامه چند روز پیش مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت حماس و مخالفت با اسرائیل بود. قطنامه مذکور به دلیل عدم کسب دو سوم اکثریت تصویب نشد. سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل با امتناع از پاسخ دادن به سؤالی درباره ارتباط این دو رأی به یکدیگر توضیحی درباره تصمیم تلاویف در مورد رأی علیه روسیه نداد. روابط روسیه با اسرائیل بعد از منهدم شدن یک فروند هواپیمای ایلوشین 20 به همراه 15 خدمه روس بر فراز لازقیه رو تیرگی گذاشته و حتی مسکو تهدید کرد که حق پاسخ به این اقدام را برای خود محفوظ می داند. روز گذشته مراسم گرامی داشته چهلومین سالگرد اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز دولت چین در پکن برگزار شد. شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب رئیس جمهوری و رئیس کمیته نظامی مرکزی چین در این مراسم شرکت و سخنرانی کرد چهل سال پیش در سومین نشست عمومی یازدهمین دوره کمیته مرکزی حزب کمونیست چین محوریت سازندگی اقتصادی در امور ملی و آغاز اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز تعیین شد پس از چهل سال اجرای این سیاست چین به دومین جامعه اقتصادی جهان بزرگترین کشور صنعتی بزرگترین کشور صادر کننده کالا و کشور دارای بیشترین ذخیره ارزی تبدیل شد. سهم چین در ارزش تولید ناخالص جهان از یک ممیز هشت درصد در چهل سال پیش به پنج ممیز دو درصد در امروز افزایش یافته و از سهم چین در رشد اقتصادی جهان نیز به سی درصد رسیده است. شی جین پینگ در سخنرانی خود در این مراسم در جمعبندی سیاست اصلاحات و درهای باز گفت سیاست اصلاحات و درهای باز بیداری دوباره حزب ماست. و این همین بیداری است که باعث شد مفهوم و اندیشه های حزب ما به اجرا گذاشته شود اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز انقلاب بزرگ دیگر ملت چین بوده و باعث پیشرفت جهشی کشور در مسیر سوسیالیسم با ویژگی چین شده است. شی جین پینگ سیاست اصلاحات و درهای باز را سرنوشت ساز برای ملت چین خوانده و تاکید کرد باید بر این سیاست پایبند بوده و در اجرای آن نیز آن را توسعه داد وی گفت ما به دنبال کشورگشایی نیستیم و اجازه هم نخواهیم داد که کسی سیاستهایش را به چین تحمیل کند رئیس جمهوری چین با تاکید رهبری حزب کمونیست چین در اجرای اصلاحات و درهای باز گفت باید روش رهبری و کشورداری حزب را تکمیل و بهبود ببخشیم و توان کشورداری حزب را به سطوح بالاتری برسانیم و توان حزب در جهتگیری و تعیین سیاست و کمک به اصلاحات را تقویت بخشیم تا سیاست اصلاحات و درهای باز در جهتی درست به اجرا گذاشته شود. شی جین پینگ در پایان تصریح کرد که چین باید با پایبندی بر تکمیل و توسعه نظام سوسیالیسم با ویژگی چین پیوسته از برترین های نظام چین استفاده و آن را تقویت کند. به گزارش این نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد آخرین سخنرانی قبل از پایان رساندن سمتش در سال جاری را ایراد کرد او گفت که این آخرین سخنرانی من است و گفت که کشورهای عرب باید با حمایت از طرح صلح دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله قرن ثابت کنند که موضوع فلسطینی ها برای آنها یک اولویت محسوب می شود. او افزود که تلاویف خواستار توافق نامه صلح است اما این امر یک جانبه نیست. او افزود طرحهای قبلی برای حل مشکل میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها به نتیجه نرسید و شکست آن اثبات شد. هیلی گفت که طرح دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله قرن بخشهایی دارد که دو طرف را شگفت زده خواهد کرد. وی در ادامه گفت که با اینکه دو طرف از توافقنامه صلح سود میبرند اما این فلسطینی ها هستند که از این توافق مزایای بیشتری برده و اسرائیلی ها در معرض خطر بیشتری قرار خواهند گرفت. او همچنین گفت آمریکا به حمایت از امنیت و ثبات اسرائیل ادامه خواهد داد. تمرکز شورای امنیت و سازمان ملل بر اسرائیل حامل پیام های منفی برای همه است. در ادامه اعتراضات در مجارستان علیه دولت دستراستی این کشور هزاران نفر در ششمین شب در مقابل ساختمان تلویزیون اجتماع کردند و شعارهای ضد دولتی سر دادند. چند تن از نمایندگان اپوزیسیون مجارستان در پارلمان که موفق شده بودند به ساختمان تلویزیون دولتی این کشور در بوداپست راه یابند شب را در این محل به صبح رساندند. نمایندگان معترضان تلاش کردند که به امکان پخش برنامه تلویزیونی برای بیان خواسته های خود دست یابند اما با برخورد خشن نیروهای امنیتی به بیرون ساختمان رانده شدند خبرنگاران تعداد تظاهرکنندگان کنندگان را سه تا 4000 هزار نفر تخمین زدند